خب بعد از اعمال رنگ های زمینه حالا نوبت به تمیزکاری بین خانه های ظرف مینکاری میرسه برای این کار باید از ابزار چوب استفاده کنیم که از اون سری که یکم زخیم تره استفاده می کنیم همونطور که در تصویر می بینید رنگ هایی که از مرز خانه مینا بیرون زده رو با این چوب میتراشیم و تمیز میکنیم. بعد می بعد میتونیم با یه پنبه خیلی آروم پودرای این رنگ ها رو که تراشیدیم از رو کار پاک کنیم دقت کنید نباید پنبه رو بکشیم روی ظرف که رنگ ها پاک بشه آروم یک کوچولو زماماسش میکنیم پنبه رو تا این پودرا رو از بین ببره رنگ های مینا خیلی سریع خشک میشن و ما میتونیم به راحتی اونها رو از روی ظرف بتراشیم و پاک کنیم مرحله نقاشی روی رنگ های زمینه دقت کنید عزیزان ما در میناکاری نمیتونیم روی رنگ زمینه به خصوص رنگ های جسمی نقاشی کنیم و به اصطلاح دو رنگ رو روی هم بگذاریم چون در کوره میسوزن و به اصطلاح قل میزنن یا جوش میزنن پس باید با ابزار چوبه بون با سر نازکش ابتدا گلهایی رو که میخوایم بکشیم انتقالش بدیم روی ظرف و بعد با سر زخیم تر بیایم رنگ های داخل اون گل رو بتراشیم تا دوباره به رنگ سف، سفید ظرف به لعاب ظرف برسیم بعد روی اون سفیدی ظرف نقاشی میکنیم و داخل گلمون رو پر می کنیم همونطور که می بینید من اول گل ها رو می کشم بعد داخلشون رو با سر زخیم تر خالی می کنم حالا در ویدیو بعدی نحوه پر کردن داخل این گل ها رو بهتون توضیح می خب حالا اینجا ببینید من داخل گل ها رو تراشیدم و تموم شد حالا احتمال داره چون رنگ گلیسرین داره یه ذره رنگ ها چرب باشه و کامل این رنگ ها از روی ظرف پاک نشده باشه یه پودر یه رنگ کم